سلام بچه ها، به کانال ورد آف تنکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست 10 تایی از بازی هایی آماده کردم که باعث تعطیلی استودیو سازندشون شدن. بعضی وقتا یه بازی ویدیویی به حدی فاجعه عمل میکنه که استودیوی سازندش ورشکست میشه. من امروز به 10 تا از این بازی ها اشاره میکنم. شماره 10، 2007 لجندز. 2007 لجندز یک بازی مربوط به فرانچایز جیمز باند و یا همون 2007 میشد که قرار بود همراه با عرضه فیلم اسکای فال به بازار بیاد. خب موضوع اینجاست که وقتی شما سعی میکنید یک بازی رو دقیقاً در یک تاریخ مشخصی عرضه بکنید، همیشه اوضاع بد پیش میره. سازنده این بازی یوروکام بود. این استودیو اونقدر استودیوی ناشناخته‌ای نبود و هر از گاهی بازی‌های خوبی ساخته بود. چند تا بازی جیمز باند و از همه اونا مهمتر بازی دد اسپیس اکستراکشن که نمیدونم اونو انجام دادید یا نه. در کل اینکه یوروکام یک استدیوی آینده دار به نظر میرسید. بازی 2007 لجندز قرار بود چندین مرحله داشته باشه که هر کدوم از اونا به یکی از فیلم های کلاسیک جیمز باند اشاره میکردن. اما موضوع اینجا بود که اونا گرفته بودن از کاراکتر دنیل کریگ برای همشون استفاده کرده بودن. یعنی داستانی که مربوط به بقیه بازیگر جیمز باند میشد رو حالا دنیل کریگ توی بازی انجام میداد. و از اون عجیبتر میدونید این چی بود؟ که این بازی مرحله آخر نداشت. مرحله آخر اون قرار بود بعد از عرضه اسکای فال به عنوان یک DLC رایگان عرضه بشه و همه اونو دانلود بکنن. یعنی وقتی شما دیسک میگرفتید مرحله آخر نداشت. همین قضیه باعث شد که نه طرفدارا و نه منتقدا از اون بازی لذت ببرن و پایین ترین نمره ها رو بهش بدن. فروش خیلی افتضاحی هم داشت که این قضیه باعث تعطیل شدن استدیو یوروکام شد. شماره 9، Kingdoms of Amalur: Reckoning. برخلاف تصور همه، بازی Kingdoms Come: Amalur: Reckoning بازی RPG قشنگی بود. آره، این بازی تونست نمرات خیلی خوبی هم به دست بیاره و طرفدارای زیادی هم داشت. اما با این حال نتونست انتظارات رو برآورده کنه. این بازی توسط 38 استودیو ساخته شده بود که قبل از اون هم سابقه ساخت بازی‌های فوق‌العاده‌ای مثل Rise of Nation رو داشتن. یه بازی RTS که طرفدارای زیادی داره. همونطور که گفتم بازی جدیدشون یعنی Kingdoms of Amalur: Reckoning هم بازی خوبی بود و تونست به فروش 500,000 نسخه‌ای برسه. اما موضوع اینجا بود که اونا برای ساخت این بازی یک جورایی کالتی وام گرفته بودن، 35 میلیون دلار، و نتونستن با فروش این بازی اون پول رو پس بدن. اونا نیاز داشتن که حداقل 3 میلیون نسخه بفروشن که متاسفانه به دلیل شرایط اون موقعی بازار نتونستن این کارو بکنن و به همین دلیل یک استودیویی که واقعا پتانسیل بالایی داشت نابود شد. شماره 8، Tomb Raider: Angel of Darkness. این بازی توسط استودیو Core Design ساخته شده. خب استودیوی معروفی بود، مخصوصا توی دوره نسل 5 بازی‌های ویدیویی، چرا که اونا خالق Tomb Raider برای پلی‌استیشن 1 بودن و این بازی حسابی ترکوند و تونست نسخه های زیاد رو به فروش برسونه. به همین دلیل بود که از سال 1996 که اون بازی عرضه شد تا 6 سال بعد اونا هی بازی های جدید از Tomb Raider هر سال عرضه میکردن که آخرین اونا یعنی Tomb Raider: Angel of Darkness اصلا نتونست خوب عمل بکنه. در واقع توی اون دوره خیلی از استدیوهای بازی سازی به مشکل برخورده بودن، چرا که نسل 6 اومده بود و حالا باید اونا خودشونو با این سخت افزار جدید وقف میدادن و خب Core Design نتونست این کارو بکنه. Tomb Raider: Angel of Darkness اصلا شبیه به یک بازی پلی‌استیشن 2 نبود، انگار که همون مکانیزمای پلی‌استیشن 1 رو شما انتقال داده باشید به PS2 با گرافیک بالاتر. از اون گذشته، از اونجایی که این بازی هی کش پیدا کرده بود دیگه داستان رو نمیتونستن به سمت درستی ببرن و به همین دلیل بود که فروش این بازی به حدی پایین اومد که Core Design مجبور شد 6 ماه بعد اعلام ورشکستگی بکنه. شماره 7، Haze. هیز از همون اول سند مرگ خودش رو امضا کرده بود، چرا که این بازی به خودش لقب هیلو کیلر داده بود. بازی که قرار بود فرانچایز هیلو رو ببره زیر سوال و بالاخره پلی‌استیشن رو صاحب یک فرانچایز FPS جذاب بکنه. نه خب استودیویی که این بازی رو ساخته بود استودیوی واقعا معروفی بود، فری رادیکال، کسایی که یکی از بهترین شوترهای کنسول پلی‌استیشن 2 یعنی تایم اسپلیتر رو خلق کرده بودن. اما خب به هیچ عنوان اونا نتونستن این بازی اول شخص یعنی هیز رو درست سرمون درست بکنن. یعنی نه داستان جذابی داشت و نه اینکه مکانیزمای خاصی داشت. در واقع از همه اینا بهتر توی هیلو وجود داشت و خب چرا کسی باید بره سراغ یک نسخه چندان لول پایین تر از هیلو؟ فروش پایین این بازی و بدهی که فری رادیکال به بار آورده بود باعث شد تا اونا بعد از چند وقت خودشون رو به کرایتک بفروشن و بعد از اون به عنوان استودیو همکار به چند تا بازی دیگه کمک کردن و بعد از اون کلا دیگه ناپدید شدن، تا اینکه در سال 2021 دیپ سیلور دوباره این استودیو رو راه انداخت و حالا ما منتظریم که نسخه جدید تایم اسپلیتر رو دوباره اونا بسازن. شماره 6، دایکاتانا. دایکاتانا یکی از معروف‌ترین شکست‌ها در تاریخ بازی‌های ویدیویی به حساب میاد.
این بازی توسط استدیو آیان استورم ساخته شده که خب افراد خیلی معروفی داشت، از جمله جان رامرو، تام هال و وارن اسپکتر که اونا قبل از دایکاتانا بازی‌های جذابی درست کردن. شاید باورتون نشه ولی دیوس اکس توسط همین استدیو درست شده که همه می‌دونیم چه بازی جذابیه با اینکه قدیمیه. اما دایکاتانا نتونست اصلاً به هیچ عنوان طرفدارا رو جذب خودش بکنه. این بازی کلاً یک ماموریت اسکورت طولانی بود با مراحلی که اصلاً جذاب نبودن و گرافیکی که حال شما رو به هم می‌زد. کی باورش میشد که این بازی توسط جان رامرو ساخته شده، کسی که خالق دوم بود. شکست وحشتناک این بازی باعث شد تا آیان استورم به سرعت اعلام ورشکستگی بکنه، چرا که هزینه ساخت دایکاتانا بالا بود ولی اونا اصلا نتونستن فروش زیادی به دست بیارن. 100 هزار نسخه، این هیچی به حساب نمیاد. شماره 5، نیر. احتمالا بیشتر شما باید بازی نیر رو با نیر آتوماتا بشناسید، اما جالبه بدونید که اون نسخه اصلی نیست و در واقع یک جورایی دنبال است. قبل از اون بازی نیر در سال 2010 عرضه شد ولی نه توسط پلاتینیوم گیمز، توسط کاویا. کاویا یک استودیو ژاپنی بود که بازی‌های زیادی درست کرده بودن اما همشون عجیب و غریب بودن. میدونید مثل همین پلاتینیوم گیمز، اونم بازی‌های عجیبی درست می‌کنن. یا حتی فرام سافر، قبل از دیمن سولز هیچکس فرام سافر رو نمی‌شناخت. شاید یکی از دلایلی که باعث شد تا کاویا بعد از این بازی اعلان ورشکستگی بکنه این بود که اونا سعی کردن بازی خودشون رو یک جوری درست بکنن که مخاطبهای غربی باهاش حال بکنن. مثلا کاراکتر اصلی بازی نیر توی نسخه ژاپنی یه بچه خوشگله، اما توی نسخه غربی اونو تبدیل کردن به یک مرد عضلانی. هم این قضیه و هم این که همونطور که بهتون گفتم بازی نیر واقعا عجیب بود و مخاطبای غربی چندان به بازی‌های عجیب علاقه‌ای ندارن. به همین دلیل که معروف در این بازی کاویا این فرانچایز دراکنگارد هم به هیچ عنوان توی کشورهای غربی فروش بالایی نداشت. شماره 4، BMX XXX. بعد از اینکه تونی هاکستون از طرفدارای خیلی زیادی به دست بیاره، کمپانی‌های زیادی سعی کردن که اونها هم بازی‌های در این سبک درست بکنن تا بتونن پول به جیب بزنن. BMX XXX از جمله بازی‌هایی بود که توی این دوره عرضه شد و اون XXX آخرش دقیقاً مربوط به همون چیزی میشه که توی ذهنتونه. این بازی به حدی افتضاح بود که نه تنها باعث داغون شدن استدیوی سازنده، بلکه باعث ورشکستگی کمپانی ناشر یعنی اکلیم انترتینمنت هم شد. این بازی به نظر مربوط به دوچرخه سواری و زدن حرکات خفن میومد، اما توی اون شما میتونستید کاراکتر خانم درست بکنید که بیاد پشتتون و خب از این زاویه که الان دارید نگاه میکنید و از همه اینا جالبتر این که بالاتنش کلن لخت باشه. این بازی انقدر سر و صدا به پا کرد که فروشگاه های زیادی حاضر نبودن اون رو بفروشن. بعد از اون هم ورزشکاری که از لایسنس قیافه اون توی این بازی استفاده شده بود از اکلیم انترتینمنت به خاطر این فضاحت شکایت کرد که اکلیم انترتینمنت این شکایت رو باخت و مجبور شد $2 میلیون غرامت به اون طرف بده. بعد از این افتضاح اونا دو تا بازی دیگه هم منتشر کردن که اون دو تا بازی هم واقعا فروش پایینی داشتن، توراک اِوولوشن و وکس. هیچ کدوم از اینا نتونستن باعث رشد کمپانی بشن و در نهایت اکلیم تعطیل شد. شماره 3، All Points Bullets. وقتی که اسم استدیو ریل تایم وردز به گوشتون بخوره به احتمال خیلی زیاد باید یاد بازی کرکدان بیفتید، بازی که برای ایکس باکس عرضه شد و خب به دلیل اینکه شما اگر اون بازی رو می‌خریدید میتونستید مالتی پلیئر هیلو 3 رو به عنوان بتا تجربه بکنید، باعث شد تا کرکدان فروش بالایی داشته باشه. با این حال خود بازی هم چندان بازی بدی نبود، اما استدیوی سازنده بازی به جای اینکه بره کرکدان 2 رو بسازه رفتن سراغ یک ایده جدید و بازی All Points Bullets رو درست کردن. بازی که نسبت به دوره خودش واقعا جلو بود، خیلی این بازی میتونست جذاب باشه ولی خب نتونستن اون رو خیلی خوب اجرایی بکنن. حالا بازی چطوری بود؟ حساب بکنید که GTA Online ولی در سال 2011. اون موقع این استدیو سعی کرده بود همچین بازی درست بکنه، یک بازی آنلاین که شما باید ماهانه یک اشتراک رو پرداخت میکردید و بعد وارد سرورهای اون میشدید و از این دیوونه بازیهایی که میتونسته در بیارید لذت ببرید. اما توی اون دوره نه تنها این سبک چندان طرفدار زیادی نداشت، بلکه بازی هم از نظر فنی تعریفی نداشت و خب هزینه ساخت بازی توی اون دوره شده بود $100 میلیون و کاملا مشخصه که اونا نتونستن این هزینه رو با فروش بازی به دست بیارن و بعد از اون اعلان ورشکستگی کردن. شماره 2، رادیکال هایتس. در سال 2017 که فورتنایت عرضه شده بود افراد خیلی زیادی سعی کردن که کلون های شبیه فورتنایت درست بکنن. رادیکال هایتس از جمله یکی از این بازی ها بود که سعی کرده بود از فرمول فورتنایت پیروی بکنه، اما خب به هیچ عنوان خوب از آب در نیامده بود.
موضوع دردناکتر میتونه چی بود؟ که استدیو سازنده این بازی یعنی باسکی پروداکشنز یه استدیوی علکی نبود. کسی که این استدیو رو بنا کرده بود کلیف بلزنسکی بود، خالق فرانچایز گیرز آف وار. و میتونید که این بازی توی نسل 7 چه فروش فوق‌العاده‌ای داشت و طرفدارا عاشقش بودن. اما اون بعد از موفقیت گیرز آف وار تصمیم گرفت که استدیوی خاص خودش رو درست بکنه، باسکی پروداکشنز، و بعدش هم یه بازی درست کردن به اسم لابریکر. در سال 2017 اونا یک آرنا شوتر درست کردن که انصافا بازی فوق‌العاده‌ای بود. اما موضوع اینجا بود که در سال 2017 هیچ کس به آرنا شوتر علاقه ای نداشت و بعد از اون اونا رفتن سراغ رادیکال هایتس که خب شکست وحشتناکی خورد و این استدیو مجبور شد کار خودش رو به اتمام برسونه. شماره 1، تو هیومن. اما خب داستان این یکی خیلی جالبه. بازی تو هیومن توسط سیلیکون نایتس درست شده و احتمالاً باید سیلیکون نایتس رو بشناسید. اونا افرادی هستن که بازی فوق‌العاده‌ای مثل اترنال دارکنس رو درست کرده بودن و همینطور بازی متال گیر سولید 1 رو برای گیم کیوب ریمیک کرده بودن. خلاصه اینکه کار اونا توی کنسول گیم کیوب خیلی خوب بود و هر بازی که درست می‌کردن با موفقیت ارزیابی می‌شد. اما زمانی که تصمیم گرفتن برای کنسول ایکس باکس 360 بازی درست بکنن، به هیچ عنوان نتونستن موفقیت سابق خودشون رو به دست بیارن. اونا بازی تو هیومن رو درست کرده بودن که از کدهای دزدی توش استفاده کرده بودن، کدهایی که مربوط به بازی آنریل میشد که توسط اپیک گیمز ساخته شده بود. اپیک گیمز از این کمپانی شکایت میکنه و اونا توی دادگاه میبازن و مجبور میشن 4.5 میلیون دلار به اپیک گیمز خسارت بدن. از اون گذشته دوتا بازی که درست کرده بودن یعنی تو هیومن و ایکس من دستنی از پلتفرم های فروش بازی های ویدیویی مثل استیم حذف شدن و خب کاملا مشخصه که این قضیه آسیب خیلی زیادی به این استودیو زد و اونا مجبور شدن که کار خودشون رو به اتمام برسونن. خب بچه ها، اینم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. بذارید آخر ویدیو یک پیشنهادی بهتون بدم. اگر به بازی RPG علاقه دارید حتما کینگدم اف املر رکنینگ رو انجام بدید. بازی کم حجمیه و تقریبا هر سیستمی میتونه اون رو بالا بیاره. بهتون قول میدم از تجربهش پشیمون نمیشید. در هر حال اگر به این ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم خوبی داشته باشید و در قسمت بعد خدا نگهدار.